درود من خدمت بینندگان عزیز تلویزیون مردم و همچنین برنامه کرازنین که تقریبا یک هفته است که داره از این تلویزیون مردم پخش میشه. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اونایی که سالهای سال برنامه کرازنین رو نگاه میکردن، تعقیب میکردن، میدونن که بیشتر اوقات در برنامه من انتقاده، البته انتقاد بدون کینو بغض، چون باور من اینه که اگر در یک جامعه ای، مخصوصا رسانه ها که نقش خیلی مهم می دارن و امروز تلویزیون شاید نقشش بیشتر از حتمی هست، اگر انتقاد صحیح در هر زمینه ها، در زمینه های مختلف از جامعه بشه، مسلماً جامعه رو به پیشرفت خواهد بود. ما در گذشته، در رژیم گذشته، مثلا حالا که خیلی بدتر، در هیچ زمینی نمیشه انتقاد بکنیم، مثلا مسائل سیاسی. حالا اگه مسائل سیاسی میگذاشتیم کنار، در باره مسائل هنری، ورزشی، اقتصادی انتقادی میشد، فورا عین میزنه که آقا یارو داره ناسزا میگه، حتما عقده‌ایه. اگر ما در این مملکت که در حسرت رسانه‌ها آزادی بیشتری دارن انتقاد نکنیم، پس که میتونیم حرفمون رو بزنیم. البته انتقاد با مدرک. وقتی که اسم تلویزیون آقای سربی میذاره تلویزیون مردم، مسلماً این تلویزیون در خدمت مردمه و همیشه هم در خدمت مردم خواهد بود، نه که مردم در خدمت تلویزیون باشن. چون در لس آنجلس متاسفانه اول خیلی بهتر بود، ولی هر چی که تلویزیون بیشتر شد، کم کم مردم قرار گرفتن در خدمت تلویزیون. و خیلی جالب که گاهی اوقات یک آگهی دهنده میتونه تاثیر خیلی زیادی روی برنامه یک برنامه ساز بذاره. خودم شاهد بودم و حتی برای خودم هم اتفاق افتاده. مثلا یه روزی توی یکی از برنامه ها از آقای لیمونادی انتقاد کردم، همچنین از آقای شبخیز. باهاشونم البته با لیمونادی دوست هستم. گفتم آقای لیمونادی، شما وقتی که تلویزیون چیز میزینید، تلویزیون ایرانیان، خب من جزو ایرانیانم، یعنی چی جامعه ایرانی؟ شما جامعه ایرانی اجازه گرفتین که آقا اگر اجازه میدین ما اسم تلویزیون بذاریم ایرانیان، یا آقای شبخیز اسم تلویزیون گذاشت ایران، یا این نادر بی خودی اسم تلویزیون شو گذاشته امید ایران، آیا واقعا در خدمت ایران هستیم؟ تلویزیون آقای شبخیز چی آگاهی به مردم ایران میده که اسم تلویزیون شو گذاشته ایران؟ از نظر روانشناسی، البته من روانشناس نیستم، ولی در صورت از نظر روانشناسی اگر یک نفر بیاد تجزیه تحلیل بکنه، بدونی که خود میشواد بدونیم، اسم ایران رو لوس میکنیم. تلویزیون ایران، امید ایران، آقا اسم ایران ارزشش خیلی خیلی بالاتر از هر چیزی که شما بذارید رو تلویزیونت. مثلا یادم میاد یه چند نفر از بینندگان گاهی اوقات از من ایراد میگیرن، آقای نادر شما که اینقدر دم از ایران میزنی و ایران ایران میکنی، چرا پرچم ایران رو با شیر خورشید جلوی میز نمیذاری؟ شماره من نمیذارم. این چرا نمیذارم؟ برای که ارزش پرچم ایران اینقدر از نظر من بالاست که جایگاهش روی میز من نیست، جایگاهش در سرزمین ایرانه. مردم فلسطین، حالا یا مخالفشونم یا موافقشونم، اصلا اون مسئله به من مطرح نیست. مردم فلسطین سالهای ساله، از سال 1948 دارن مبارزه میکنن، کشته میدن که چی؟ یک تکه زمین رو به اسم خودشون شناخته شده بشه در تمام دنیا که پرچمشون رو در اون زمین بکوبن، برافراشتن. بیایم یک مقداری روی این مسائل به نظر من
فکر کنیم چرا اسم تلویزیون میذاریم ایران و بیشتر برنامه‌مون برنامه‌ای ابتذاله. درسته من مخالف کنسرت، مخالف موزیک ویدیو اصلا نیستم، خودم خیلی کنسرت‌ها رفتم و علاقه عجیبم به موزیک دارم، البته موزیک سنتی نه، مورد احترام هم هست، ولی موزیک سنتی رو من زیاد دوست ندارم. من بیشتر روی موزیکی که به من انرژی بده. موزیک سنتی گفتم میلیون ها نفر دوست دارن، بهشون احترام میذارم، ولی شما وقتی که در مثلا در این موقعیتی که ما الان قرار گرفتیم، وقتی زیاد شما به موزیک های سنتی و آواز اینا گوش کنین، ناخودآگاه دیپریشن میگیری، ناخودآگاه انرژی گرفته میشه. چرا در جنگ مارش میزنن؟ چرا موزیک یواش نمیزنن؟ مثلا بیاد شجریان یا گلپا برشون بخونه. مارش میزنن که این موزیک مارش به اون سرباز، به اون کسی که داره میجنگه انرژی میده. این گفتم اعتقاد منه ها. در صورت من دارم سعی میکنم که برنامه هایی که برای آقای سرگی برای تلویزیون مردم میفرستم هی بیشتر برنامه های زمان حال باشه، زندینی مسائل روز باشه. ولی خب چون من الان تقریبا یک سال و خورده است که جلو دوربین قرار نگرفتم، هنوز واقعا گرفتاری آمادگی اون رو ندارم، خودم گرفتار هستم، سعی میکنم یک مقدار از برنامه های گذشته هم به شما نشون بدم و باور کنیم برنامه ها هم همینجوری برمیدارم یک نگاهی میکنم بهتون پخش میکنم. ممکنه مال این برنامه مال دو سال پیش بشه، ممکنه مال یک سال قبل باشه. تا دلیلش اینه که شما بینندگان برنامه تلویزیون مردم رو نگاه میکنید بدونید که برنامه چرازنین هم الان یک هفته در برنامه تلویزیون مردم داره پخش میشه. و بازم من در اینجا از آقای سربی تشکر میکنم، با وجودی که ما فقط همدیگر رو میشناسیم و سالهای همدیگر ندیدیم، ولی واقعا خیلی آدم با معرفت و خیلی به من لطف داره، چون یک چند چیز رو برای من گفت که خیلی من تعجب کردم. بعضی از دوستای نزدیکم اصلا همچین حرفی نمیزنن. اولا واقعا گفت نازجان اصلا چشم داشتی در برنامه ندارم، اگر روزی پول در آوردی خب در صورت این تلویزیون نه خود منو تلویزیون رو ساپورت کن. ببینید در آمریکا پابلیک تلویزیون هست، پابلیک رادیو هست، اینا کمک های جزئی از دولت آمریکا میگیرن، ولی کمک کلش از تماشاچی شده. مثلا یک تماشاچی که مثلا پابلیک تلویزیون پورتلند دوست داره، یک برنامه، نمیگم همه برنامه هاشو، یکی از این برنامه هاشو دوست داره، میاد چیکار میکنه؟ آقا من ماه 10 دلار، ماه 20 دلار به اندازه بودجم به این تلویزیون کمک میکنم که این برنامه که من دوست دارم ادامه پیدا کنه. و این میشه جزء بیلای زندگیش. ما بیل برقمونو به موقع میدیم، بیل آبمونو میدیم، قسط خونمونو به موقع میدیم، ولی به مسائل ایرانی، به تلویزیون ایرانی که میرسیم، به رسانه های ایرانی که میرسیم، ممکنه یه ماه بدیم، دو ماه بدیم، تحت تاثیر بدیم، ولی از ماه سوم پشت گوش میدازیم. بیاییم ساپورت کنیم. بیاییم ساپورت کردن فرق میکنه. ما با آقای صوبی و امثال ما که گرسنه که نمونیم، که خدا رو شکر میکنیم تا امروز ممکنه که زندگی های ما به مو رسیده ولی قطع نشده. مطمئنن در تلویزیون آقای صوبی، تلویزیون مردم، برنامه هایی که به شما نشون میده، هر کدوم از شما یکی از این برنامه ها مورد علاقتون هست. ممکنه 100 نفر از این برنامه دوست خوششون بیاد، نمیگم 10,000 نفر، 100 نفر. وگه اگر شما این 100 نفر نفر 5 دلار، آقا 5 دلار پول یک مکدونالد نمیشه، شما 5 دلار بگین آقا ما هر ماه 5 دلار اصلا یه جور درست از این بره توی تلویزیون مردم یا بره تو فلان برنامه، آقا میشه 100 نفر ما 500 دلار. 200 نفر این کار کنن میشه ما 1,000 دلار. این خودش یه کمکیه، این تلویزیون و سوال بهتری رو
تهیه کنه که بتونه برنامه‌های بهتری با کوالیتی بهتری خدمت شما بده، بتونه یک خبرنگار در یک جایی استخدام کنه که ماهی بگه آقا ما 500 دلار به تو میدم، مثلا هفته دو سال برم خبرو اونجا رو بر من بیاد. چوریه مردم آمریکا خیلی کمک می‌کنن به پابلیک تلویزیون و پابلیک رادیو، اصلا جزء ویلاشون گذاشتن، یک ماه دو ماه نمیدن بعد فراموش کنن، هر ماه کمک می‌کنن. بیام یاد بگیریم، بیام در صورت به جامعه به همدیگه کمک کنیم، نه که چوب لای چرخ هم بذاریم. تا یک تلویزیون بسته میشه یه دی از یه همکارا مقصد اه تلویزیون فلانی هم بسته شد، خب تو فکر شدید که خب آگیاش من میتونم بگیرم. من واقعا روی مسئله ایران خیلی حساسم، رو پرچم خیلی حساسم، پرچم ایران رو تو خونم دارم، دو تایم دارم، زیر عکس یک نفری که مورد علاقم هست گذاشتم، ولی جاش جلو میز من نیست، ارزش او بیشتر از برنامه منه. شما تا حالا یه برنامه ساز آمریکایی، یکی از این تلویزیون آمریکایی دیدین که پرچم آمریکا رو جلو میزش بذاره؟ ممکنه که یه برنامه ساز یا یک نفری که تو کار سیاسیه بیاد پرچم ایران رو اینجا سینه‌اش پن بذاره، ولی نمیاد که پرچم آمریکا رو بذاره جلو میزش رو، خنده داره. ولی ما میذاریم، خودمون ارضا کردیم، حالا آقا من دارم بریم میهنم میجنگم، پرچم ایران رو گذاشتن روی میزم، مجاهدین هم پرچم شیر خورشید همه جا با خودشون میبرن. همیشه مجاهدین دیدی که اول پرچم ایران شیر خورشید نداشت، سالها مبارزه کردن، گفتن آقا این شیر شیر سلطنتی یا لابد، گفتن این شیر نره یا شیر ماده خلاصه. ولی ناگهان مثل که یک شب آقای مسئول رجوی خواب نما شد، وح بهش اومد از طرف گنبد امام حسین، از یکی بلاش آقا نه ما شیر خورشید رو پرچم ایران گذاشتیم. و آمدن به نظر من چکار کردن؟ آمدن با اون میهن پرستان و مقصد باز فکر کنم با سلطنت‌طلبا که پرچم شیر خورشید زن یک جوری اینا رو لوسشون کنن، یک جوری اینا رو به حساب و در حاشیه قرار بدن. کاری ما واقعا بگم حالا کاری سیاسی ما هم همش تو کار کلک، ما همش میخوایم با کلک رقیبمون رو آتش کنیم، نمیخوایم صادقانه مردمی باش مبارزه کنیم. در صورت گفتم هر کسی یک عقیده داره، هر کسی یک فکری داره، ولی من همیشه اعتقادم اینه در اینجا خیلی مسائل رو قبلا در اینجا من نمیدونستم، در اینجا یاد گرفتم. وقتی من از یک هنرمندی انتقاد میکنم یا از ورزشکار انتقاد میکنم، به خاطر اینکه نگفت من واقعا تا حالا به هیچ هنرمندی تا حالا نگفتم به من آقا دو تا تیکت بده. همین آقای میتی زوکایی با من خیلی دوسته، وقتی آگیای هنرمند داره میذاره برش خب 10 تا بلیت 20 تا بلیت میاره، میدونم تا حالا یک بار نشده که من با آقای زوکی بگم آقای زوکی میشه دوستا بیدید هم بریم من بذاری کنار، در چه که بگم 100% کاری میکنم، ولی در شهر من نیست. چرا؟ خود هنرمندا گاهی اوقات خودشون بیلیت دادن، داروش داده، ابی داده، شهره داده، چه میدونم کسی دیگه. انتقاد باید سازنده بشه بدون بنظرم بدون کینه و بغض. وقتی یه هنرمند جامعه بردش بالا پاش رو روشه مردم گذاشته، حالا اون وظیفه داره که یه قدمی بره جامعه برداره. تا حالا شما دیدین یکی از این خواننده های ما در آمریکا، نمیگیم در ایران، بیاد یه روز مثلا توی پارکی، خیلی از این خواننده های آمریکایی میکنن، حالا روز همین روز 20 همین ماه آگوست یه پارک نزدیک خونه ما یک گروه سیاه‌پوست، البته خیلی معروف بودن در گذشته، هنوز هم معروفن، آمدن دارن الان درست میگن که روز شنبه برای مردم کنسرت بذارن و تمام خرجش هم سیتی میده. این کارا میشه کرد. تا حالا دیدین مثلا خب خیلی واقعا گوگوش دوست دارن، ابیر دوست دارن، داریش دوست دارن، خواننده های دیگر دوست دارن،
وزنی طوریه که نمیتونم بلیت $150 $100 بخرم. آقا یه بار بیاین یه کنسرت بگیرین توی پارکی 2000 نفر، دولت اجازه میده کمک دارم میکنه، سیتی بهتون همه چیم در اختیارتون میذاره. چون امروز جامعه ایرانی مثل گذشته نیست، تو آمریکا جا افتاده و مورد احترام مردم جامعه و دولت قرار گرفته. متوجه شدن که مردم ایران با رژیم فرق داره. مردمی که ایرانیه که در اینجا هستن با اون تروریستایی که بعضیا فکر می‌کنن فرق داره. نکردن کارو. فقط میگن ما عاشق شماییم، عاشق مردم ایران. آقا دروغ میگی. همه میتونن بگن سر جیب رو شل کن، نشون بده. یک کنسرت مجانی بذار. یا برید توی بیمارستان ببینین آقا ایرانی‌ها هستن، سرطان دارن، مریضن، دیدنشون بکنید. ببینید دیگه، میگه ورزشکارا با هنرمندی آمریکایی نمی‌کنن. همین هنرمندا، همین ورزشکارا آمریکایی میلیون‌ها دلار در میارن. بله. ولی میگه چقدر دونیت می‌کنن؟ به بیمارستان‌ها، به مدارس، به دانشگاه. حالا شما میلیون در نمی‌رین. ولی شما میتونید حداقل $10,000 به یک مدرسه، $10,000 به یک سازمان کمک کنید که ببینید اون سازمان این پول رو در راه اون اهداف داره خرج میکنه. خب یه خود صحبت من مثل در این برنامه زیاد دارم آماده میشم کم کم. حالا در این برنامه سعی میکنم که یک مقدار از برنامه های گذشته رو به شما نشون بدم و واقعا بگم پیشرفت شما، سلامتی شما پیشرفت من و سلامتی من. امروز فکر افتادم که خب زمانی که من متولد شدم تا سن 18 سالگی در اون موقع پدرم چقدر خرج من کرده. شاید گاهی اوقات برای شما هم این پیش اومده، درباره این فکر کردید. 10,000 تومان در اون زمان، 20,000 تومان، 30,000 تومان. چون در اصل موقعی که متولد شدم تا دو سال و نیم مادر شیر میداد، چون در اون موقع این غذاهایی که امروز توی سوپرمارکت ها برای بچه هست وجود نداشت، شیر خشکی نبود. دو سال و نیم گاهی اوقات 3 سال ما رو قنداق میکردن، چون دایپر وجود نداشت، چون امروز دایپر خیلی خرج داره. در سن 6-7 سالگی هم ما رو میگوستن کلاس اول دبستان، یعنی هیچ نوع آشنایی با مدرسه نداشتیم. یعنی قبلا کودکستان ما رو نمیگذاشتن، چون بازم در شهرستان ها مقصد کودکستانی وجود نداشت در اون زمان که ما بریم مثلا کودکستان یا آمادگی مدرسه بعد بریم کلاس اول. روز اولی که مدارس باز میشد و اسم ما رو در یک مدرسه می نوشتن، مادرمون مقصد دست ما رو می گرفت و بیشتر بچه های هم گریه می کردن، چون شناختی با مدرسه نداشتن، برایشون یک محیط بیگانه بود، بچه های دیگه بیگانه بودن. بیشتر اوقات بچه ها با گریه می رفتن سر کلاس اول می شستن. ولی خب بعد از چند روزی دوستای جدید پیدا می کردن رو کم کم عادت می کردن که برن مدرسه. تا می رسیم به سن 18 سالگی، شاید اگر پدر مادری وضع مالیشون خوب بود در سن 17 سالگی یا وقتی دیپلم میگرفتی یه دوچرخه‌ای که اون زمان ممکن بود قیمت 100 تومن الی 150 تومن بود برای اون پسرشون میخریدن. دختر که دیگه جای خود داره که خرجش خیلی کمتر. واقعا من همیشه توی این فکر بودم تو واقعا پدر من چقدر خرج من کرده، چون در صورت بیشتر اوقات سال یک دست کشلوار بیشتر برامون نمی خریدن، اونم عید نوروز با یک کفش بایستی تمام سال با یک کشلوار سر می کردیم. ممکن بود در تابستان یک جو کفش دیگه واسه اون بخرن، اونم بیشتر اوقات گیوه بود،
گفتن آقا گیوه پاک کن چون تابستونا کفش خنک‌تره. آدیداس و چونم نایکی نبود که. یه جو گیوه ممکن مثلا در اون موقع 5 تومن بود. کچلوار ما در عید نوروز با خیاط و همه چی ممکن بود خیلی خیلی گرون بشه 150 تومن. ولی پدر مادرهای امروز خرجی که برای بچه هاشون میکنن خیلی سرسام آوره. همین طبعا 7-8 روز پیش در تلویزیون آمریکا در اخبار شنیدم که وقتی که امروز در آمریکا یک بچه متولد میشه تا سن 18 سالگیش 241,000 دلار خرجشه. 241,000 دلار. حالا حساب کنید که اگه یک پدر مادری 3 تا 4 تا بچه داشته باشن، مثلا زمانی که بچه های من متولد شدن سال 1971، خب همه میدونید که من 2 قلو داشتم. در اون زمان این وسایل الکترونیکی امروز هست اصلا وجود نداشت، لپتاپ و چنون آیپاد و این مسائل نبود. تازه اون موقع من دانشجو بودم، کارم میکردم، خانمم هم کار میکرد. من فکر میکنم بچه های من تا سن 18 سالگیشون، خب در صورت در سن 16 سالگی مجبور شدیم دو تا ماشین دست دوم واسه این بچه هامون بخریم. شرواردی مثلا در اون موقع 40 دلار بود، 30 دلار بود، فکر کنم شاید 60,000-70,000 دلار ما خرج کردیم. تا 241,000 دلار خیلی فرق داره، شاید هم واقعا در اون موقع کمتر ما خرج کرده باشیم. در جنوب آمریکا کمتر خرج بچه ها میشه، 227,000 دلار، اما در شمال بیشتر، 277,000 دلار. خیلی پوله. 241,000 دلار شما در عرض 18 سال باید خرج بچه تون بکنید، یعنی تقریبا میشه سال 15,000 دلار. بعضی خانواده ها بیشتر هم خرج میکنن، بچه هاش رو میذارن مثلا در سن 2 سالگی مدارسی که فقط بچه سرش بند میشه، یا بیبی سیتر باید بگیرن. بیبی سیتر الان ممکنه ساعت 10-12 دلار بگیره. اینا خرجی دیگه. وقت پدر مادر باید برن سر کار کار کنن برای بیبی سیتر رو، برای وسائلی که برای بچه شون میخرن. امروز خیلی وسائل اسباب بازی برای بچه ها اومده و یک نوع هم چشم هم چشمی میشونه در بین خانواده، نه فقط آمریکا، همه جا. شاید در خاورمیانه و مخصوصا در ایران بدتر. یعنی بچه های امروز وقتی به سن 18 سالگی میرسن، حالا بعد باید برن دانشگاه، خیلی هم با پدر مادر پول دانشگاه رو میدن، خیلی مدیونن بیشتر از ما به پدر مادرشون. ولی با وجود این ما همیشه خودمون مدیون پدر مادرمون میدونیم، در صورتی که خرج آنچنانی واسه ما نکردن. البته زمانم فرق میکنه. اما همونطوری که در برنامه این هفته گذشته تا اونجایی که اطلاعاتی داشتم خیلی مختصر درباره 28 مرداد با شما صحبت کردم. 28 مرداد روزی که سرنوشت یک ملتی در آیندهش 180 درجه عوض شد. 28 مرداد شاید باعث دربدری شما منم در امروز شده. کتاب ها در بارش نوشتن. امسال خیلی کسا که در شاید در اون زمان خاطراتی داشتن یا مطالعاتی درباره 28 مرداد کردن، در سایت های مختلف در جای مختلف دوباره صحبت کردن. 28 مرداد و خیلی عجیبه که آقای شعبان جعفری که به نام شعبان بیمخت معروفه و در صورت میگن نقشی در 28 مرداد داشته و خیلی از اراذل و اوباش جنوب شهر رو جمع کرده بوده، واقعا سرنوشت خیلی عجیبه ها. یک میگن یک سیب رو به هوا میدونی 100 تا چرخ میسه. آقای شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخت دقیقا در روز 28 مرداد 7-8 سال پیش در همین لس آنجلس فوت کرد.
این هم یکی از واقعی عجیب 28 مرداده. زمانی که دکتر مصدق در مجلس اعلان کرد و پیشنهاد نفت ملی رو داد، انگلیس از این موضوع خیلی عصبانی شد، چون واقعا در طول چندین دهه از زمانی که نفت در ایران کشف شد و این نفت رو انگلیس ها با قیمت خیلی خیلی ارزون به دست می آوردن و در اروپا با قیمت بالای می فروختن و خانواده های انگلیس در انگلیس برای چندین دهه واقعا در رفاه زندگی می کردند و در زمستانه های گرمی رو در کنار بخاری های نفتی می گذروندن و مردم ایران مخصوصا در اون زمان در فقر و بدبختی بودن، با پیشنهاد ملی شدن نفت مصدق اینا عصبانی بودن، منافعشون به خطر افتاد، اومدن دست به دامان ترومن که رئیس جمهور آمریکا بود شدن که آقا یک کاری بکن، یک گودتایی بکن. ولی ترومن زیر بار نمی‌رفت و پشتیبانی میکرد از حرکت دکتر مصدق، میگفت در خدمت مردمش قدم برمیداره، به فکر منافع کشورشه و ترومن از حزب دموکرات بود. ترومن در 23 تیر ماه 1330 نمایندهش رو فرستاد به ایران به نام هریمن که با مصدق ملاقات کنه. این توده‌های وطن فروش که هنوز یک چند نفرشون هم در همین سنوزه و در لس آنجلس هنوز دارن عرقشون و ویسکیشون رو به خاطر طبقه کارگر میرن بالا، اینا آمدن از طرف حساب انگلیس ها تحریکشون کردن، یک تظاهرات نمایشی گذاشتن در ایران که به هریمند و ترومن نشون بدن که ببینید تودیا و حزب کمونیست دارن کم کم زمام امور رو در ایران به دست میگیرن. ولی ترومن در صورت اینها هم در اون موقع وسایل جاسوسی داشتن، خبر داشتن از حرکات هم دیگه، میدونست که یک تظاهرات نمایشیه، قضیه پشت پرده رو میدونست، بازم زیر بار نرفت. ترومن هیچ وقت قبول نکرد که بر علیه ایران گودتا بکنه و تزشو عقیدش هم این بود که اگر دولت آمریکا به وسیله CIA کاری بکنه، فردا CIA تبدیل به یک سازمان فاشیستی میشه و اون محبوبیت و اون اعتباری که در دنیا داره از بین میره و این یک ضربه خیلی زیادی به اون دموکرات بودن آمریکا میزنه. اینا دیدن نه، به هیچ عنوانی نمیتونم با ترومن کنار بیان. و در همون و در اون موقع که انتخابات آمریکا هم شروع میشد، کارتلای نفتی 80 میلیون دلار اون زمانی در سال 1952 خرج تبلیغات حزب جمهوری خاری کردن که آیزنهاور که یک جنرالی بود در جنگ جهانی دوم شرکت کرد رئیس جمهور آمریکا بشه. و از این مرم در انگلیس انتخاباتی شد برای نخست وزیر شدن، حزب کارگر باخت و حزب محافظه‌کار به وسیله چرچیل اومد روی کار. چرچیل شد نخست وزیر انگلیس از حزب محافظه‌کار و ایدن، آنتونی ایدن هم شد وزیر امور خارجه، که دو تا شخصیتی که واقعا آدم های استثمار کننده بودن. آقای آیزنهاور شدن رئیس جمهور آمریکا و چرچیل و آیزنهاور هم در جنگ جهانی دوم با هم دوستیشون شروع شد و ادامه پیدا کرد. برای این بود که دولت انگلیس کارتلای نفتی اومدن به طرف آیزنهاور
و چرچیل و یکی از ناراحتی‌ها و ترس انگلیس هم در اون موقع این کارتل نفتی بود که مصدق با این حرکتش باعث میشه که این حرکت یه حرکت جهانی بشه و فردا منافعش در عربستان و سعودی و کویت و عراق و چون قطر و اینها امارات از بین بره. آنتونی ایدن در ماه اسفند برای 9 روز در سال 1301 آمد پلو آیزنهاور. آیزنهاور قانع کرد، اینقدر دم گوش آیزنهاور گفت که آقا در ایران کمونیستا دارن پیشروی میکنن، حزب توده که دست نشانده شوروی است داره تظاهرات برقرار میکنه، در همه جا دست انداخته و اگر نجنبین شوروی که آرزوشی بوده که یک روزی به آبهای گرم خلیج فارس دست پیدا کنه دست پیدا میکنه. و آیزنهاور هم حزب جمهوری خواه در اون موقع زیاد درباره خاورمیانه اطلاعاتی نداشت، مخصوصا درباره دین اسلام، و همچنین شاید سالها بود که حضوری در خاورمیانه مخصوصا در خلیج فارس نداشت، چون انگلیس سالها بود که خلیج فارس و خاورمیانه استثمار کرده بود. فیلماش هم هست مخصوصا درباره ایران. و اینا دیدن که به هیچ عنوان نمیتونن مصدق رو بخرن، چون پیشنهادم کرده بودن، حتی به مصدق گفته بودن که شما یک شماره حساب در سوئیس بده، هر مبلغی بخوای ما به حسابت میرسیم، چون مصدق آدم بود که نه خودش میخواست بفروشه نه مملکتش، وطن فروش نبود مثل بعضی افرادی که متاسفانه وطن فروش بودن. تصمیم گرفتن حالا که مصدق نمیتونن به هیچ عنوانی راضیش کنن یا بخرنش و پیشنهاداتی هم که میده مصدق قبول نمیکنه، با آیزنهاور آقای چرچیل تصمیم گرفتن که مصدق رو ساقطش کنن، دولتش رو از بین ببرن، تا اینکه برنامه ریزی شد به نام عملیات آجاکس به وسیله نوه روزولت، کرملین روزولت، که این نقشه پیاده بشه. و کرملین روزولت در اون زمان در قاهره بود، بهش اطلاع دادن که وقتی که رادیو بی بی سی هر شب میگفته امشب ساعت مثلا 12 شب به وقت لندن یکی از این حروف ها رو کم میکنه، مثلا میگه ساعت 12 به وقت مثلا انگلیس یا ساعت 12 به وقت گرینویچ، وقتی این پیام رو داد یعنی که این شما از قاهره حرکت کن به طرف ایران، چون در اون موقع ارتباطات اینطوری نبود تلفن بزنن و چونم تلفن دستی باشه، با این کد با این رمز به روزولت خبر دادن و روزولت وقتی که این خبر رو از رادیوی بی بی سی شنید حرکت کرد، آمد با ماشین هم اومد، آمد از مصر اومد به عراق، از عراق وارد ایران شد و پولهایی که خرج کردن دلار و ریال و اولین نقششون هم این بود که بین هواداران این نهضت و مصدق تفرقه بندازن و انداختن. اولین کاری کردن با پول، البته که میگن، منم فکر کنم در یک جایم خوندم که آیت الله کاشانی که طرفدار مصدق بود در کنار مصدق بود، چون در اصل در اون موقع کاشانی از تبعید برگشته بود یا نه هنوز به تبعید فکر کنم نرفته بود، در صد در کنار مصدق بود به عنوان یک مرجع مذهبی و یک وجهی داشت در ایران در بین طرفدارانش، با 10,000 دلار که به حسابش میزن ببین چقدر این ملاها گشنه گدایند، چقدر آدمای ارزونی هستند،
حالا به این ثروت اینطوری رسیدن، میلیارد میلیارد برمیدارن از ایران خارج میکنن. نمونه مشتبه پسر خامنه ای 1,600,000,000 پوند تو بانکای فقط انگلیس داره. یک آقای آیت الله کاشانی 180 درجه عوض میشه. که بله این کاری که مصدق داره میکنه درست نیست و اطلاعیه میده، اعلامیه میده در بین طرفدارانش، جدا میشن. افرادی مثل دکتر بقایی و مثل مکی و اینا هم از دکتر مصدق فاصله میگیرن، شکافت عظیمی بین این حزب وجود میاد و مصدق تنها میمونه. و زمانی که شاه ایران رو ترک میکنه، این حزب توده طرفدارانش فورا میرن مجسمه های شاه رو از اون بالا میکشن پایین. و این در صورت شاید هم در پشت صحنه همین خود انگلیس بوده که دقیقا نشون بده به دولت آمریکا که ببینید کمونیستی که داره همه جای ایران رو میگیره. و اون گودتا رو انجام دادن. درسته 25 سال از گودتا گذشت، ولی تخم اون نفاق و تخم اون غیر همبستگی رو بین مردم ایران به وجود آورد. و بعد از 25 سال شاه تمام احزاب رو، هممون میدونیم، تمام احزاب رو غیر قانونی کرد. البته کار خوبی کرد درباره حزب توده، ولی حزبایی که در صورت در خدمت مردم میتونن آگاهی سیاسی به مردم بدن اینا رو بس. تنها حزب سازمانی که در ایران فعالیت میکردن این ملاها بودن. و شاه اعتقاد داشت، اینو در صورت در کتابهای مختلف نیستن، که شاه اعتقاد داشت که خطر کمونیست از خطر این ملاها کم بیشتره. و ملاها مخصوصا بعد از 15 خرداد 1342 شروع کردن، اول یک آزمایشی کردن در اون موقع، یک درگیری با شاه انجام دادن که البته میگن اگر اعلم نبود شاید در همون موقع این ملاها برنده شده بودن. و از اون موقع شروع کردن به فعالیت کردن، فعالیت زیرزمینی. و تو هر دهی که شما میرفتی، حتی اگر اون ده 100 خانوار بود، همیشه تو یک دونه شیخ هم بود. و زمانی که تلویزیون، باز اینجا من نظر خودم میگم نه مسئله سیاسی، زمانی که تلویزیون وارد ایران شد، چون قبلا سینما بود، ولی خب خیلی مردم سینما نمی رفتن. در خیلی شهرهای کوچیکی شما رفتی سینما وجود نداشت. سینما در شهرهای بزرگتری بود یا در تهران خب بیشتر. و اگر یک موقع فیلم سکسی هم که یک مقداری بود نشون میدادن، ولی توی دهات و تو روستاها رخنه نکرده بود. اگر در یک شهری مثل مشهد، مثلا در نیشابور مشهد یا قوچان مشهد یا سبزوار مشهد اگر یک سینما وجود داشت، بیشتر اوقات هم سینما فیلمای فارسی خیلی خانوادگی نشون میداد. ولی تلویزیون زمانی که وارد ایران شد و کم کم این تلویزیون در تمام روستاها و تمام خانواده‌ها و تمام دهات رخنه پیدا کرد و هنوز مردم عامی روستاها و شهرهای کوچک مخصوصاً آمادگی آنچنانی نداشتن، ذهنشون هنوز آماده نبود که ببینن مثلا در تلویزیون یک شومنی در تهران بیاد مثلا یک خواننده‌ای که میاد اونجا یا یه هنرپیشه زنی که میاد ببوسه جلو دوربین، نه که از لباشا، از همه چونش ببوسه. این خیلی تعجب‌آور بزرگ بود برای اون مرد روستایی که تا حالا حتی صورت زنش هم ندیده بود. و در مقابل زن و بچهش احساس خجالت و ناراحتی میکرد.
یا هنرپیشه میامد توی که از این شوها نمیخوام اسم ببرم شومنهای ایران رو در اون موقع، شاید اونهایی هم ناخودآگاه نقشی داشتند در مخالفت کردن حتی اون روستایی با شاه. من خودم دیدم مثلا خواننده میامد روی استیج توی اون شوی اون شومن شرکت میکرد. خب در اون زمان در هر صورت شاید مد بود در آمریکا، ولی هنوز برای اون دهاتی ایران خیلی خیلی زود بود، مثلا سینبر نمیبست. وقتی میامد زیر پیرهنی که پوشیده بود، ببخشین سینه هاش تکون میخورد. خب اون مرد دهاتی ناخودآگاه هم هیجان زده میشد، چون تا حالا همچین چیزی ندیده بود، هم در صورت هنوز تعصب مذهبی درش خیلی قوی تر بود. و وقتی یه حرکات تو تلویزیون نشون داده میشد، اونم در سرتاسر ایران، چون هیچ نوع کنترلی در باره تلویزیون نبود، فکر نکنید که من با این چیزا مخالف بودم، نه، من از آمریکا برگشته بودم. اما به نظر من تلویزیون بایستی که توی هر استانی با اخلاق خصوصیات اون استان برنامه اجرا میکرد. البته من این رو شنیدم که در زمان حال در همین آمریکا، در ایالت یوتا، به هیچ عنوان اجازه ندادن که مثلا پلی بوی کانال اونجا داشته باشه، چون اونجا در صورت یک ایالتی که مورمن خیلی زیاده. اون تهرانیی که روشن فکر بود و به قول خود من مدرن بود و شاید یک دفعه به یک اروپا سر زده بود، همون برنامه رو نگاه میکرد در تهران، که اون دهاتی که توی بیرجن نشسته بود و از بیرجن سالها بیرون نیومده بود تا یک شهر دیگه کوچک زندگی میکرد، اونم همون برنامه رو میدید. تو قومم این ملایم همون برنامه رو میدیدن. و فردا صبح چی میشد؟ ملایی که تو اون ده بود دور هم میشستن دیگه. من توی دهاتا خیلی مسافرت کردم، خیلی جاهای دهات ایران سرزده بودم، میدیدم مثلا تو دهاتای مشهد، حالا ممکنه تو دهاتای اصفهان و شیراز نرفته باشم، ولی تو دهاتای روستاهای خراسان خیلی جاهاش رفته بودم. تو هر دهی که میرفتم روز بعد زنا داشتن کارای خانه رو انجام میدن، مردم نشسته بودن کنار آفتاب، یه تصویم دستش بود، بغلش هم یک ملای که هر روز خونی یک تمن پنگ رو میگیره و بیشترش هم چشمش به دست همین خانواده های روستا بود، بهش نمیگفت که مش محمد، مش قربان، مش حسین، استثمار ببین. تو استثمار نمیفهمی چیه، از رای تعصب ناموسی وارد میشد. گفت مش قربان، دیشب دیدی تو تلویزیون؟ دیدی چه آبروزی بود؟ چی بی ناموسی بود؟ اینا دارن خانواده ها رو بی ناموس میکنن، فردا نوبت تو هم میشه مش قربان، دختر تو هم میبرن تو شهر بی ناموسش میکنن. یه حرفا رو میزدن دیگه. اینقدر دم گوش این ملاها گفتن با این برنامه های تلویزیونی که در ایران سرتاسر پخش میشد و این شومنهایی هم که خودشون رو خیلی روشن فکر میدونستن، بدونی که درباره این موضوعات فکر کنن، حتی مسئولین تلویزیون که بنده هم 9 سال توی تلویزیون کار میکردم، میدیدم دیگه از نزدیک، در صورتی که تلویزیون واقعا تو جامعه نقش یک معلم رو بازی میکنه، نقش یک استاد رو بازی میکنه. شما تمام خوراک روزانتون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی امروز داره از این تلویزیون میگیرید، و تلویزیون چون جدید بود در ایران، بدون اینکه قبلا بشیرن برنامه دیدی کنید که آقا مثلا بره استان خراسان که یک شهر مذهبی است
و مردم بیشتر به امام رضا نزدیکترن تا ما تهرونی های تا ما شیرازی ها، بیریم چی برنامه های فعلا. خیلی آهسته آهسته باید حرکت کرد. یک زیر ما رو میخواستم برسونن به یک سال به دروازه تمدن درباره همه چی. یعنی آقا مثلا برای اهالی تربت جام برنامه بذاریم که یکی از اون محلی ها بیدم ستار برشون بزنه، آوازه محلی بخونه. ولی چی شده بود؟ هول شده بودیم. مخصوصا این تحصیل کرده هاییم که از آمریکا و آلمان و ایتالیا و چنم کشورهای اروپا میبرن، همه برای چشم همچشمی هم دیگه به رخ هم دیگه بکشن، آقا برنامه های آنچنانی رو پیشنهاد میدادن به تلویزیون و بیشتری برنامه هایی هم تصویب میشد. یک دفعگی تلویزیون تهران ملی ایران آقا سریاله میساز که اصلا به درد مردم در اون زمان نمیخورد. در ایران تنگستان، آتش بدون دود، مراد برقی، اینا شده بود سرگرمی مردم. ولی در کنارش نمیدونستن که در زیر پوست مملکت چی داره میگذره، ملاها چی نقشی دارن تو دهاتا بازی میکنن. 2500 سال ما شاهنشاهی داشتیم، شوخی نیست. 2500 سال، در طول 2500 سال که میگن 200 خورده پادشاه اومدن رفتن که یک پادشاه فقط یک روز بیشتر پادشاه نبوده، هر زمانی که مردم بر علیه پادشاه شورش کردند یا کشتنش یا برطرف کردن، خاندان دیگه اومده، هیچ وقت نگفتن که آقا شاه باید از این مملکت بره، شاه مرگ بر شاه، یا شاه اصلا نباید دیگه شاهنشاهی بشه. هیچ وقت نگفتن تا زمان محمد رضا شاه. حتی زمان رضا شاه هم نگفتن، زمانی که رضا شاه که میگن آدم دیکتاتوری بوده ولی خدمات هیچ وقت دربارش صحبت نمی کنن. اون موقع هم وقتی رضا شاه مملکت ترک کرد، بازم مردم راضی شدن و مجلس هم رأی داد که پسرش که در سن 22 سالگی بود بشه شاه. مردم اعتراض نکردن، ولی در 34 سال اعتراض کردن. سرمنشش به نظر من گفتم روی شناختی که خودم داشتم رو کارم، تلویزیون ملی ایرانم نقش خیلی مهمی داشت در مخالفت نه شهرها، مخالفت دهاتی ها، مخالفت روستایی ها. هرچند ما مدیون این روستایی و دهاتی ها هستیم، چون اگر اونا کشاورزی نکنن ما از گرسنگی خواهیم مرد، اما تعصب ناموسیشون خیلی زیادتر از تعصب مذهبی شونه. ایرانی چی میخواد تهرونی باشه، چی میخواد مشهدی باشه، چی میخواد یه روستایی باشه، تعصبی روی ناموس خودش داره، ولی روی ناموس دیگر نداره. ناموس دیگر وشکون میگیره، ناموس دیگر انگوش میرسونه، ولی راضی نیست به کسی به ناموس خودش انگوش برسونه. حالا شما هست که تو روستا بدتر. در سنت ما، در اون آداب رسوم ما، ممکنه که امروز در تهران نباشه، زمانی خود فرق کرده بشه، ولی در 34-5 سال قبل هیچ وقت بین پدر مادر با بچه هاشون مسئله سکس مطرح نمی شد. حالا امکانه که هست امروز مطرح کنن، ولی در اون موقع نمی شد. یک حیایی بین پدر مادر با بچه هاشون بود درباره مسائل سکس، ولی اینا رو ما در اون موقع مراعات نکردیم. ولی ملاها دقیقا میرسن انگوش رو چی بذارن. ناموس در خطره. به امروز میبینیم که اگر واقعا ما روانشناسه اجتماعی خوب داشته باشیم، نه رفته باشن از این روانشناسی که الان توی لوسانجلس سرم با سر 50-200 رو میرم مدرک میگیرم میرم میشن دکتر روانشناس و بالینی هم میشن. اینا نه، یه چیزایی تو کتاب خوندن بلغور میکنن میدن به من شما، فقط پول دقیقا. روانشناس
از بهترین دانشگاه‌ها فارغ التحصیل میشه، روی اشتباه خودش مطالعه دقیق کرده باشه، سفر کرده باشه، بشینه خوب مطالعه کنه، میبینه که درصد بیشترش این انقلابی که در ایران شد، درسته که مسائل اقتصادی هم مطرح بود، مسائل سیاسی هم مطرح بود، یه مقدار آزادی سیاسی نبود، دستی بیگانه بود، ولی شاید یک درصد بیشترش هم رو همین مسائل تعصب ناموسی بود که ملاها نقش خیلی مهمی درش داشتن. فیلم های فارسی مونم که دیگه این آخری قربونش برم، فقط فیلم ها لنگ پاچه بود، تازه افتخارم میکنن که ما تو فیلم های آبگوشتی بازی کردیم. در اون موقع شما این فیلم های فارسی که میامن روی اکران، اون پلکاتی که بالا میزدن، عکسی که چاپ میکردن، همیشه دیده بودید. دو نفر رو عقب داشتن بوکس بازی میکردن روی عکس ها، یا یک زنی هم یک گوشه لنگ پاشش هوا بود. خب و همین فیلم و همین مسائل تو قوم هم نمایش داده میشد، تو قوم هم گاه می دیدن، هرچند در ذاتر در باطن بدشون می آمد، ولی در ظاهر بخاطر نشون میده که آقا بله ما مخالف این مسائلیم، ولی امروز خود می بینیم که این آقایون شیخ ها 4 تا زن می گیرن 30-40 تا سیغه، میگن آقا ما از محمد اون پیروی داریم میکنیم. فقط همین رو فهمیدن، یعنی تمام حرف این ملاها که ما امروز بیشتر میشتویم از گذشته، شکمشون رو زیر شکمشونه. حالا شما برید پرغار فروش رو پیدا کنید. گفتم فقط این نظر منه. واقعا درباره این مسئله یک مقدار فکر کنید، نمیگم من درست میگم، ولی فکر کنید دربارش، ببینید که آقا این قضیه ها درسته یا نه. بریم به قسمت دیگه برنامه. و ایدن در خاطرات خودش می نویسه، در کتابی که چاپ کرده می نویسه، اون روز 28 مرداد من با خانوادم روی یک کشتی تفریحی روی دریای مدیترانه در یونان بودم. وقتی این خبر رو شنیدم که مصدق صعود کرد، بعد از مدت‌ها اون شب تا صبح خواب راحتی کردم، خوب خوابیدم. این مصدق و دولتش اینقدر برای دولت انگلیس خطرناک بود، چون انگلیس ترسش این بود، گفتم که اگر این جنبش ملی شدن نفت در ایران پا بگیره، خب کشورهای دیگه ممکنه بلند شن و دولت انگلیس در آینده در زمستون مردمش از سرما بلرزن و دولت انگلیس تا حالا فقط با 22 کشور نجنگیده. یعنی اگر امروز 200 کشور وجود داره، با 170 خورده کشور تا حالا جنگیده یا در پشت صحنه جنگ بوده، چون انگلیس در سر یک جزیره انقدر درآمدی برای مردمش نداره و انگلیس مجبور با جنگ و توطئه و زد و بندهای سیاسی کشورهای دیگر رو استثمار کنه، منافعشون رو غارت بکنه، چپاول کنه که بتونه مردم خودش رو تأمین کنه. و بدترین بلارم تا حالا انگلیس برای کشورهای خاورمیانه و کشورهای مسلمان هست. حالا شاید شما فکر کنید که من گفتم دایی جان ناپلون شدم، ولی باور کنید تمام این بدبختی های شما و من پشت سرش انگلیسه. چرا این ملاها که به بهانه مالیجی میرن انگلیس، چرا نمیرن به کشورهای دیگه؟ میرن اونجا دستور بگیرن. این اخوان مسلمینی که امروز در مصر کشتار میکنه و میخواد اسلام رو اونجا پایه‌گذاری کنه، کی به وجود آورده؟ انگلیس.
فرماسیون کجایه؟ تو انگلیس. اینقدر اینا روباه هن. شیطان هن واقعا. و میگن که چند سالیه آب و هواش داره تغییر میکنه. رو به گرما میره. اونم به خاطر آلودگی که بشر به وجود آورده. و اگر این گرما ادامه پیدا کنه شاید در 10 سال 20 سال دیگه تمام یخهای قطب شمال آب بشن. و اگر اینها آب بشن خب اقیانوس ها آبش میاد بالا ممکنه چند متر و جزایری که در وسط اقیانوس ها هست اینا میرن زیر آب و امکان زیادی هم داره که این جزیره انگلیس هم بره زیر آب. اگر این جزیره یک روزی اتفاق بیفته و بره زیر آب من فکر میکنم که نسلهای بعد در تمام دنیا دیگه جنگ اونقدر اتفاق بینشون نیفته و در صلح و آرامش زندگی کنن. اما وقتی که یک تلویزیونی یا یک سازمانی در یک رسانه تلتان میذاره یکی از وظایفش اینه که به آیارس باید خبر بده که اونا بدونن چقدر درآمد داشته که مالیات بده. اگر این کار نکنه یک کار غیر قانونی است. چون مدتی قبل یکی از این تلویزیون های لس آنجلس نشین تلتان گذاشته و اکثر اینا میگن که بله ما علاقمندیم که برنامه‌مون در ایران پخش بشه. اگر پخش نشه امکانش هست که انقلاب آینده به تأخیر بیفته. یعنی ما اینقدر کلاممون نفوذ داره تو مردم ایران ولی میبینیم در این 34 سال هیچ اتفاقی نیفتاده. و این تلویزیونی که مدیرش تلتان گذاشت بهتون میگم این آقای نادر بیخودی که البته شدیدن با اون هیاهویی که راه انداخت و یه دیم از هنرمندا و آدمای معروف لس آنجلس رفتن اونقدر پول جمع نکرد ولی امیدوارم که با آیارس خبر داده بشه. البته من دارم تحقیق میکنم که اگر گزارش نداده بشه من به عنوان یک ایرانی آمریکایی که سیتیزن اینجا هستم و وظیفه خودم میدونم که این خلافکاری ها رو گزارش بدم گزارش خواهم داد. و تعجب من اینه که بعضی از اشخاصی که تو جامعه ما در سایه یک شخصیتی هستن معروفن در این تلتان شرکت میکنن نمیدونن که این نادر بی خودی نمیدونه که نمیدونه کشتوار و کربات آنچنانی و ماشینانچین برای آدم شخصیت سواد نمیاره. الان البته چند نفر من میدونم که سیتیزن آمریکایی هن مثلا میرن ترکیه، میرن دبی، میرن جاهای مختلف خواسته یک پولدار رو پیدا میکنن باش ازدواج میکنن 50-60 هزار تا جایی که تیغشون ببره پول میگیرن طرف رو میرن آمریکا. یکی از این خواننده هایی که خودش هم هنرمند میدونه دقیقا میدونم ایشون 60 هزار دلار پول گرفته از یک خانمی تو دبی با هم آشنا شده 60 هزار دلار گرفته آورده اینجا که برش گرین کارت بگیره با هم هم دارن زندگی میکنن. خب من اگر این شخص رو به اداره مهاجرت اطلاع بدم اونا فوراً چیکار میکنن؟ تحقیق میکنن. اگر واقعیت داشته باشه هم اون طرف رو جریمهش میکنن ممکن به زندان اون زن رو بیرونش میکنن. ما همش دنبال کارهای خلافکاریم که زودتر پولدار بشیم به قول تهرانی‌ها شورتکات. مملکتونم به همین روز انداختیم به خاطری که پولدار بشیم پوز بدیم به هم دیگه که بعد وضع ما بینیم چقدر خوبه ما ماشین آخرین سوم زیر پامونه ولی به چه قیمتی. آگی میگیرن از ایران پولای هنگفت میگیرن که فقط به همکارانشون میده که آقا ما ببینیم وضع ما چطوریست ولی نمیدونن اون پول پول خون جوانهای ماست. یه بارم گفتم خدمتون اون پول یک روز زهر میشه برای خودت و خانوادت. اما در هفته گذشته که درباره کتاب آقای ثابت پرویز ثابتی صحبت کردم به نام دامگه حادثه قبلا این کتاب رو من خونده بودم یه روزم یادم میاد یکی از برنامه گفتم مطالب خوندم برای شما خواهم گفت ولی اگر وقت کردید درسته این کتاب رو بخرید و بخونید چون هر کسی که در رژیم گذشته پستی داشته و خاطری داره خاطراش به صورت کتاب در بیاره قبلا هم گفتم تاریخ نمی نویسه ولی کمک میکنه.
حالا من چند تا از این گفتاره ایشون که توی کتاب من نقل قول میکنم نوشته، یه درست و غلطش به گردن خود ایشون، ولی در صورت ایشون شخصیتی بودن مهم در ایران. درباره آقای غلام حسین سایدی نوشته، روانشناسی و دکترا بودن، دکتر روانشناس که در فرانسه فوت کردن، در همونجا به خاک سپردن. ایشون که از روشنفکرای جامعه ما بود و یه مقدارم مخالف رژیم. غلام حسین سایدی نویسنده گوهر مراد فردی بود بی بندوبار و بی پرنسیپ. سرتیپ سایدی پسر عموی او در ساواک مدیر کل بود. در سال 1349 خبری در روزنامه لوموند فرانسه منتشر شد که غلام حسین سادی نویسنده معروف ایرانی به وسیله ساواک در تهران احضار و مورد شکنجه قرار گرفته. ما بلافاصله تلفن‌های او را تحت کنترل قرار دادیم، فهمیدیم که خود او منشأ این خبر بوده و آن را به وسیله نسرین فقیه، خواهر زاده احسان نراقی، به روزنامه لوموند داده است. آقای نراقی که یه موقعی تو دربار بودن و با خانم فرح دیبا خیلی نزدیک. نمک بخور نمکدون بشکن. چند هفته کنترل تلفن او ادامه یافت و در مطب روانشناسی و روانکاوی او میکروفون گذارده شد و معلوم گردید که اون فردی فاسد است و سعی میکند با خانمهایی که برای مشاوره و معالجه مسائل روانی به او مراجعه میکنند و غالبا همسر داشته و با همسران خود مسئله دارند، روابط جنسی برقرار در محل کار خود برقرار کند. از جمله خانمها که با وی روابط نامشروع پیدا کرده بود، خانم شین الف، همسر دوست بسیار صمیمی و نزدیک و همکار خود را خود او بود که در دفتر کار او با کار خود با او همبستر شد. این روان روشن فکرای جامعه ما. این در صفحه 345. در صفحه 332 در باره سنجابی نوشته. در مورد او هر چی گفته اند را ضرب در صد بکنید. من با فروهر سنجابی ملاقات داشتم و بیشتر آنها را شخصا میشناسم. با شاپور بختیار تماسی نداشتم. سنجابی استاد حقوق اداری در دانشگاه حقوق بود. کلاس درس او و خودش بسیار خشک و بیروح بودند. حتی دانشجویانی که علاقه به جبهه ملی داشتند از سنجابی خوششون نمی‌آمد. استاد بازنشسته دانشگاه بود. در سال 1349 نامه ای عاجزانه به شاه نوشت و برای تأمین کسری زندگی خود تقاضای کمک کرد و شاه دستور داد به تقاضای او پاسخ مثبت داده شود. ما با وزارت علوم و آموزش عالی تماس گرفتیم که او را به عنوان مشاور استخدام و ماهی 5000 تومان حقوق بهشون بدهند، بدونی که واقعا مشاوره‌ای بدهد. من تصور میکنم نسخه از این نامه در پرونده ایشون در ساواک بود و مقدم در این ماهای آخر به دارالدسته نهضت آزادی یا واسطه‌های خمینی داده بود، چون موقعی که او به پاریس رفته بود تا با خمینی ملاقات و موافقت او را برای پذیرش پیشنهاد شاه برای نخست وزیری جلب کند و با او قول قراری بگذارد و امتیازی بگیرد، عوامل اطراف خمینی این نامه را به او نشان داده و به او گفته بودند چنانچه هرچی خمینی دستور میدهد انجام ندهی، این نامه را منتشر میکنیم و تو را رسوا خواهیم کرد. در نتیجه او تسلیم میشود و صد در سر در اختیار خمینی قرار می گیرد و علنن مراتب بندگی و سرسپردگی خود را به خمینی اعلان کرده بود، در حالی که بازرگان وقتی که به پاریس رفته به او و بازگشته بود به اطرافیان خود گفته بود که ما با این آقا نمی توانیم همکاری کنیم، اون آدمی مستبد و خودرأی است. مهندس زیرکزاده در کالیفرنیا گفته بود وقتی بازرگان از دیدار خمینی برگشته بود، گفت خمینی یک دیکتاتور است و آب ما با او در یک جوب نمی رود. ما گفتیم حالا که
به پیروزی نزدیک شده ایم شما ایجاد اختلاف نکنید. همه ما سعی میکنیم او را هدایت کنیم و این اشتباهی بود که همه ما کردیم. حالا آقایون متوجه شدن. در صفحه 199 یک شب ولاحضرت اشرف به من تلفن زد که این مسعود کیمیایی را برای چه گرفته اید؟ گفتم ما مسعود کیمیایی رو نگرفته ایم. پرسید از کجا میدانی که نگرفتید؟ گفتم برای این که روالی داریم و آن این است که آدم های معروف را اگر بخواهند بازداشت کنند قبلا به من میگویند و اطلاع میدن که من میخوام که ما میخواهیم فلانی را دستگیر کنیم، یا اگر تصادفی چنین شخصی را بگیرن فوری به من میگویند و همین دلیل میگویم نگرفتن. باز هم اگر میخواهید من تحقیق میکنم و به شما خبر میدهم. فرستادم شهرباری، ژاندارمری و زندانها، پرسیدن، همه گفتن چنین فردی در زندان نیست. عاقبت همکاران ما رفته بودن منزل کیمیایی که بپرسن چی شده. در آنجا زن کیمیایی، تو پرانتز گیتی پاشایی، خواننده‌ای که فوت کرد، گفته بوده که بعد مسعود صبح خانه رو خانه بود و با هم جر و بحث داشتیم، قهر کرد و رفت و هنوز نیومده و الان ساعت 10 شب است و بهروز وثوقی هم چند بار تلفن زده. به او گفتم که از او خبری ندارم، نمیدانم کجاست. موضوع را به من گفتند و من به اشرف تلفن زدم، گفتم، عرض کردم که نگرفتند و ایشان با زنش دعوای شده و از خانه رفته و نیومده و بهروز وثوقی این گزارش را به شما داده. ناسعی است؟ گفت بهروز وثوقی به من نگفته است. گفتم تحقیقات ما نشان میداد که بهروز وثوقی این خبر را به شما داده. فردای آن روز پرویز راجی را در دفتر نخست وزیری دیدم، گفت دیشب ولاحضرت بسیار مضطرب گردید. گفت چرا؟ گفتم چرا؟ گفت بعد از تلفن مجدد شما ولاحضرت فرمودن که معلوم می شود که ساواک تلفن من را هم کنترل می کند. فرصت طلبی در هر مقامی، در هر پوزیشنی، با هر حقوقی، با هر ثروتی که داشتیم باز فرصت طلب بودیم، چون همش به فکر منافع خودمون. آقای کیمیایی و امثال ایشون در رژیم گذشته بهترین منافع از دربار میگرفتن، از دولت میگرفتن، فرهنگ و هنر میگرفتن، تلویزیون میگرفتن، بعد مخالف هم بودن، فرصت طلب. و ایشون یکی از دوستای آقای قفزاده بود که آقای قفزاده ایشونی کرد رئیس تلویزیون شبکه 2، که بنده در یک جلسه با ایشون یک درگیری هم داشتم. ما همیشه به فکر منافع خودمون بودیم، همیشه به خاطر منافع خودمون از همدیگه کیک رو چنگ زدیم، موقعیت رو از همدیگه خواستیم بگیریم. اگر به فکر مملکت و به فکر همدیگه بودیم، مسلماً امروز بینمون همبستگی بود و مملکتمونم آزاد شده بود. تمام این مدیران و برنامه سازانی و اپوزیسیونی که در لس‌آنجلس هستن که بینید 34 ساله هی داد میزنه، هی شعار میدن، در کل اینا به فکر منافع خودشونن، به فکر قدرت گرفتن خودشونن. چون اگه به فکر منافع مملکت بودن بینشون درسته تا امروز بعد از 34 سال یک توافق شده بود دیگه، بینشون یک همبستگی وجود بود به خاطر منافع ایران، به خاطر منافع شما و من، ولی نیست. برینی که 34 سال موندیم، 34 سال دیگه با بودن این اشخاص در لس آنجلس و این رسانه‌ها خواهیم با شما چی نظرتون باشه. در اینجا بهتون شب بخیر، روز بخیر میگم. پاینده ایران، جاوید شما عزیزان و من. عزیزان، بینندگان محترم، درود و سلام عرض می‌کنم.
و امیدوارم مثل هفته گذشته، ماه گذشته، سال گذشته سالم و سرحال باشید. در مدت این 21 سالی که به عنوان یک برنامه ساز جلو دوربین نشستم و برای شما برنامه اجرا میکنم، چندین دفعه در برنامه های مختلف یه موضوع رو با شما در میون گذاشتم. امشب هم دوباره تکرار خواهم کرد. من اگر در یک برنامه اسم شخصی رو آوردم یا درباره اون شخص صحبتی کردم یا انتقادی شد، اولا مسئول حرفای خودم در این برنامه خود من هستم. دوما ممکنه که در اون زمانی که در برنامه درباره اون فرد صحبتی میشه برنامه رو ندیده و موقعی که درباره برنامه میشنوه فوراً میتونه به خود من زنگ بزنه و من یه کپی از برنامه رو براش میفرستم که برنامه رو ببینه بعد قضاوت کنه. چون میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. خیلی موضوعات رو ما در طول روز میشنویم، مثلا ما ایرانی ها که به قول خودمون یک کلاغ رو چهل کلاغ میکنیم، بعضی اوقات هم روغن اون موضوع رو اینقدر زیاد میکنیم که حد نداره. چون وقتی صحبت از شخصی میشه، خب ممکنه که بعضی از دوستانش برنامه رو ببینن فورا به طرف زنگ میزنن و خب ما اخلاق همدیگه رو خوب میشناسیم، به طرف میگن که برنامه چرازنین رو میبینی؟ ممکنه که اون شخص بگه نه من الان مثلا خونه نیستم یا یک جایی هستم. میگه اوه نمیدونی چی برنامه چرازنین درباره چی موضوعاتی گفت، چی مسائل مطرح کرد، چقدر حرف زد درباره. خب اون شخص هم ناخودآگاه تحت تاثیر حرفای دوستاش قرار میگیره، فکر میکنه که تو برنامه بهش توهین شده یا انگ زده شده یا که خدای نکرده مثلا ناسزا گفته شده. برای اینه که فوراً زنگ میزنه با یه حالت عصبانیت. اولین چیزی که من از طرف میپرسم میگم شما برنامه رو دیدید؟ میگه نه شنیدم. میگم خب خواهش میکنم آدرس تو بدید من برنامه رو وسط میفرستم، بعد قضاوت کن. بعدم میدونی که در برنامه چرازنین بیشتر اوقات من از همکارای خودم در رسانه‌های مختلف انتقاد کردم و همچنین ممکنه که درباره بعضی خواننده‌ها یا شو بیزنس، و اگر احیانا درباره یک دکتری یا وکیلی یا کسی که تو این شغل نیست انتقادی شده، موقعی بوده که مثلا طرف برای من مدرک فرستاده. چون بنده که دکتر که نیستم، تو جامعه دکترا که نیستم یا تو جامعه وکیلا که نیستم، اگر مدرک بفرسته با مدرکش میرم. ولی خب درباره همکاری خودم، درباره شو بیزنس تا اندازه مدرک دارم که درباره صحبت میکنم، چون در اصل توی شغلم و همیشه اعتقاد دارم و هنوزم دارم و همیشه خواهم داشت که وقتی که انتقاد صحیح بشه، این انتقاد صحیح باعث میشه که جامعه پیشرفت کنه، به شرطی که در اون انتقاد گروه بندی و سمتگیری نشه، کینه درش دیده نشه. من بارها از خودم سوال کردم که چرا ما کسایی که در رسانه‌های همگانی هستیم از همدیگه انتقاد نمی کنیم؟ یعنی همه ما به قول تهرانی ها پرفکتیم، هیچ اشتباهی نمی کنیم، بایستی ما از همدیگه انتقاد هم بکنیم؟ من خودم بارها گفتم چرا این همکارا که من ازشون گاهی اوقات انتقاد میکنم از من انتقاد نمیکنن؟ البته انتقادی که بدونم بدون بغض کینه است. گاهی اوقات بینندگان تلفنی با من صحبت میکنن، با هم دوست شدیم، آشنا هستیم، رفیق شدیم، ممکنه که از یک برنامه یه مسئله رو من مطرح کردم انتقاد کنن، دربارش فکر میکنم، میدونم که اگه انتقادشون بدون جهتگیری هست و از روی دلسوزی دارن انتقاد میکنن، مسلم میپذیرم.
خب من گاهی اوقات با خودم میگم که اگر ما اسممون رو میذاریم ژورنالیست و از همین مسائل جامعه با خبر هستیم، وقتی که درباره یک شخصی صحبت میکنیم یا عکسش رو توی یک مجله میدادیم که بله آقا این مثلا فلان جایزه رو گرفته، این خدمات رو به جامعه کرده، به خاطر این خدمات جایزه بهش دادن، خب من میگم آقا خدماتشو بگید توی تلویزیون، عکسش رو تو مجله میندازین، خدماتش هم بنویسین که من بدونم که این چه خدماتی کرده که همچین لوحه گرفته، من همون راه برم. یا اگر شخصی مدیری امروز صاحب تلویزیون شده، زندگی مجللی داره که من میدونم آه در بساط نداشت، انگلیسی یاد نداره، کارم نکرده، ولی خب حالا موفق شده، خب باید موفقیت چی بیاد تو تلویزیون بگه، منم یاد بگیرم راه او رو برم که منم صاحب تلویزیون 24 ساعتی بشم. وقتی میبینم اون به این مقام رسیده، موفق شده، با خودم میگم خب حتما من به کجراهه دارم میرم، من توی بیراهه دارم قدم ور میدارم، این آقا این سوال غلطه. من بخوام یاد بگیرم که آقا ببینم طرف مثلا چطوری شد یک دفعه صاحب تلویزیون 24 ساعته رو دم دستگاه شد، منم دلم میخواد. این وظیفه که بیاد بشینه بگه آقا این راه رو من رفتم، این کارا رو کردم، موفق شدم، ما هم خب مسلما اون راه رو خواهیم رفت. یا اون خدماتی که مثلا طرف کرده حالا لوحه گرفته، منم اون خدمات رو انجام میدم. روزی که از این رسانه ها چندین سالی که از این کسایی که مقاله می‌نویسه و روزنامه نگاره بهش دکترا دادن، من تو تلویزیون اومدم گفتم آقا شما که من شما رو که میشناسم خوب، شما حالا دکترا افتخاری گرفتی، چی خدماتی انجام دادی که شما دکترا افتخاری گرفتی؟ خب منم میخوام دکترا افتخاری بگیرم، ها به من بگین، منم دنبال همون خدمات برم. آیا این سوال از نظر شما درسته یا غلطه؟ وقت دلخور میشم. مدیری که از این نشریات وقتی درباره این موضوع صحبت کردم که چرا عکس طرف رو انداختی، پشت سرم با وجودی که چندین سال دوسته، پشت سر من شروع کرده به بد و بیرا گفتن. ما باید از هم انتقاد کنیم. من بازم از همکارام، از مدیران تلویزیون‌ها خواهش میکنم اگر انتقادی بر من وارده در برنامه هم، خواهش میکنم تو برنامه شون بگن، به شرطی که درست بگن، انتقادشون صحیح باشه، نه روی باعث کینه و دلخوری. به گاهی اوقات هم دوستان یک موضوعات پیش پا افتاده تو جامعه ما، مخصوصا در این لس آنجلس که اکثر ایرانی‌ها چشمون بی طرفه، یک موضوعات پیش پا افتاده رخ میده که اولا به نظر من زمانش نیست، بعدم مهم نیست، چون ما مسائل مهمتری تو جامعه داریم. ولی اون مسئله‌ای که خیلی کوچیکه و اصلی نیست، ولی اینقدر این رو بعضی اوقات بزرگش میکنن که اون موضوع اصلی، اون هدف اصلی در حاشیه قرار میگیره، کسی که درباره صحبت نمیکنه. یه هفته قبل یا 10 روز قبل خانم گوگوش یک ویدیویی رو دادن بیرون، فکر کنم اسمش بود بهشت، منم دیدم ویدیو رو، البته رو اینترنت دیدم. این ویدیو و شعرش اینطوری که گفتن و تصاویری که نشون میدادن درباره همجنسگرایی است. وقتی ویدیو پخش شد، من رو سایت‌های مختلف روی فیسبوک اینا نگاه کردم، خب یه عده‌ای انتقاد کرده بودن، مخالف این موضوع بودن، یک عده‌ای موافق بودن، یه عده‌ای معدودی هم اصلا برایشون مهم نبود، بی‌طرف حرف نزده بودن. وقتی برای منم دیدم، من نه موافق بودم نه مخالف بودم، چون در مملکتی دارم زندگی میکنم که دیگه این مسائل امروز پیش پا افتاده است، اصلا مطرح نیست. چرا؟ 20 سال 25 سال 30 سال قبل ممکن بود که مهم باشه، ولی امروز دیگه مهم نیست واقعا. مثلا این همجنسگرایی در آمریکا که از 10 سال 20 سال 30 سال پیش شروع نشده، قبلا بوده ولی تو کلازت بوده، درباره صحبتی نمی شده.
تا اینکه در سال 1982 یا 83 یه هنرپیشه هالیوود که یک زمان خیلی معروف بود به نام راک هودسون این ایز گرفت و فوت کرد. وقتی فوت کرد و دنیا متوجهی رسانه ها و هنرپیشه ها و هالیوود متوجه شدن که این همجنسگرا بوده، خب درباره اید بیشتر صحبت کردن، بیشتر شکافتن، بیشتر اشخاص متخصص دعوت کردن که آقا این اید در اثر چی مسائل پیش میاد. قدم به قدم اومدن تا اینکه درباره همجنسگرایی صحبت شد و اولین کسی که از این کسی که شو بزنس هنرپیشه تلویزیون و هنرپیشه هالیووده به نام الن که الان هم یک شوی داره تو تلویزیون و امسال هم گرداننده اسکار در دوم مارچ، این برای اولین بار اومد گفت که بله من هموسکسوالم، همجنسگرایم. بعدم کسای دیگه اومدن و قدم به قدم اومدن جلو و امروز در صورت درباره صحبت میشه، ولی به قول تیرونا بیگ دیلی نیست. یا همین چند روز پیش، تقریبا دو هفته قبل، یه هنرپیشه هست خیلی جوونه به نام الن پیج اومد. من فکر کنم یه اگه بیست و دو سه سال بیشتر نباید شد، توی که از این شوها یه جشن بود برای مثل هنرپیشه تلویزیون میشنه، گفت من همجنسگرایم. یا دو هفته قبل توی ای بی سی من تو اخبار یه دختر 16 ساله با یه دختر 14-15 ساله اینا همجنسگرایم. ببین مسئله مهم نیست. چرا؟ برای که این مسائل در این مملکت یک آداب رسوم دارن، یه فرهنگ دارن، حل شده و پدر مادرای اینا هم آبروشون بره و خجالت بکشن نیست. و خودم فکرم 3-4 سال قبل یه پدر مادر یک جلو دوربین اومدن گفتن که بله پسر ما همجنسگرایه. یا الان یه دو تا از قهرمانی بسکتبال و فوتبال همجنسگرایه. اما فرهنگ و آداب و رسوم ما به اون درجه رسیده که ما این مسائل رو بتونیم بیام جلو دوربین مطرح کنیم؟ ما در صورت یک مسائلی تو فرهنگمون داریم، تو آداب و رسوم داریم که نمیتونیم این مسائل رو بیایم جلو دوربین بگیم، زمانش نشده هنوز. تو همین رسانه های لس آنجلس یا تو شو بیزنس ما، من خودم میدونم یک چند تا هستن که دخترشون یا پسرشون هموسکسوال، بیان برن زندگی خصوصی خودشونه به ما مربوطه. دوما آیا پدر مادر اینها میان جلو دوربین بگن که بله من دخترم یا پسرم همجنسگرایی؟ خب اگر این فرد، حالا تو آمریکا که ما زندگی میکنیم، اگر این فرد این مسئله مطرح کنه، از فردا فامیل و رفیق و همسایه و همکار هر وقت برسن بهش سرزنشش میکنن، چون ما همش دنبال اینیم که آبرومون نره. و این آبرومون نره گاهی اوقات باعث بدبختی ما هم شده. حالا شما هستون در ایران، الان در ایران هم در صورت هموسکسوال هست، همجنسگرا هست، ولی هیچ پدر مادری به خودش اصلا جرأت نمیده، تو فکرش نمیاد که بیسم تو اقوامش یا تو فامیلش تو دوستاش بگه مثلا پسر من یا دختر من همجنسگرایه. حالا ممکنه که فامیل بدونن، دوستاش هم بدونن، ولی هیچ وقت مطرح نمیشه، هیچ وقت شکافته نمیشه به خاطر همون آبرو. ما نمیدونم چرا بعضی مسائل اینا رو ما ازشون تقلید میکنیم ولی بعضی مسائلی که خوب هست رو تقلید نمیکنیم. ما غرب زده هستیم، مصرف کننده غربی، ما غربی نیستیم. چون اگر ما غربی بودیم، ما هم مثل غرب در علم و در صنعت و در خیلی هنر خیلی خیلی مثل اینا پیشرفت کرده بودیم، جز جهان سوم نبودیم.
ما مصرف کننده، ما قرض دادیم به قول جلال آل احمد. بعدم خانم گوگوش، اینی الان مشکل جامعه ما در خارج کشور همجنسگراییه. شما چرا یک ویدیو، یک ترانه برای حقوق بشر نخوندی؟ برای زندانیان سیاسی نخوندی؟ یه دفعه چسبیدی به همجنسگرایی؟ تنها خواننده‌ای که من واقعا بهش احترام میذارم، یک آهنگ خون برای سنگسار، خانم رامش سنگسار، به بازارم داد، ولی چون دربارش تبلیغی نکردند، حتی به ایشون بی‌حرمتی هم کرد آقای داروی در سال 1996، این ترانه تو جامعه جا نیفتاد. درسته که چقدر ترانه قشنگیه به نام سنگسار. شاید هم میخواستم به این کار بگن آقا شما حق ندارید دخالت کنید توی مسائل سیاسی، لابد دیگه. و آقای داروش هم کاری کرد، بی حرمتی به خانم رامش کرد، که خانم رامش در سایه یک خواننده بود تو سبک خودش بود، خیلی خیلی طرفدار داشت. از این بی حرمتی داروش همکارش خودش کنار کشید در دنیای هنر. خانم گوگوش، اگر خیلی شما به فکر هموطنا هستی، یک دو تا ترانه برای حقوق بشر بخون، برای اعدام هایی که در ایران هر روز داره انجام میشه، که فقط در یک روز بین 20 تا 25 نفر اعدام کردن و همش هم میگن اینا قاچاقچی هست. آدم های سیاسی هم توشون هست، اعدام میکنن ولی پای قاچاقچی میذارن. می‌دونی که 22 بهمن، 10 روز مونده به 22 بهمن، در ایران یه فستیوالی هست. البته خب جشن می‌گیرن، یه فستیوال فیلم هم می‌ذارن به نام فجر، یا به قول بعضی دوستان زجر. هنرمندا دعوت می‌شن و فیلم‌های مختلف رو نشون میدن. اونه که کاندی شدن بهشون سیمرغ میدن، جایزه میدن و از این مسائل. من روی که از این سایت ها دیدم که این جشن رو دیدن، جشن هنرمندا بودن، دیدم آقای سعید راد هم دعوت شد، اومد روی استیج پشت میکروفون قرار گرفت و بعد از سلام علیک و تعارفات و اینا گفت که من آمادگی نداشتم و خلاصه معذرت میخوام. یه خود صحبت کرد و برم درباره سینما ایران صحبت کرد، یادی از زنده یاد فردین و آقای بهروز وثیقی کرد. وقتی اسم این دو نفری که از نظر رژیم اینها فاسد هستن یا طاغوتی هستن ایشون برد سالون، باور کنین از هیاهو و تشویق و دستن اصلا داشت منفجر میشون. واقعا تشویق کردم و تشویقشون هم به رژیم فهمونه که آقا از نظر شما اینا فاسدن ولی اینا فاسد نیستن. با آقای سعید راد گفت بله، اینها پایه‌گذار سینما ایران بودن و واقعا جاشون خالی. بعدم رفت. من با خودم گفتم، واقعا گفتم سعید راد دمت گرم که یاد اینها کردی تو اون رژیم. بعد از دو روز روی که سایت خوندم که بله، مثل که کمیته سینمایی یا افرادی که دستندر کار سینما و وزارت ارشاد بودن بهشون فشار رو بردن و مخالفت کردن که آقا اسم این طاغوتی ها رو چرا برد اینا، ایشون میاد میگه که بله من در اون لحظه هیجان زده شدم و نتونستم خودم کنترل کنم، معذرت میخوام، ولی این رو من میخوام بگم که این رژیم جمهوری اسلامی در دنیا جا افتاده، کسی نمیتونه تکونش بده. وقتی من بازی رو شنیدم گفتم که وای
آقای سعید راد، راد تا جایی که من معنیشو میدونم یعنی جوان مرد بزرگ، و اسم سعید راده. انسان یا یک حرفی رو نمیزنه یا وقتی که یک حرفی رو زد به اعتقادم به اون حرف داشت باید تا آخرش پاش واسه، اگر حتی منافع مادیش و معنیش به خطر بیفته پاش وامیسته. یکی برای این که مثلا دو تا فیلم دیگه بازی بکنی آنن میای حرف خودتو تکذیب میکنی، بعدم از همه بدتر میگه آقا این رژیم در دنیا جا افتاده کسی نیست تکونش بده. اگه اینطور بود که خب رژیم هیتلر رو چنگیز و نورون هم باید حدود می بودن دیگه. نه آقا تکونش خواهند داد، این خیال راحت بشه آقای سید راد. بعدم آقای سید راد، انسان باید در زندگیش مرد باشه نه نر باشه. ما تو شهر خودمون یه چند نفر نر داریم ولی مرد نیستن. مسعود نره، محمود نره، نادر نره، اینا نرن، اینا مرد نیستن. و شما با این حرفی که زدی از اون مردانگی و مردی آمدی بیرون، شدی به نظر من یک نر. من این آقای سعید راد رو 40 سال قبل برای اولین بار برای چند لحظه که البته آقای مصیبی رئیس استودیو سیارا فیلم من اونجا بودم ما رو معرفی کرد. همین بعدی که ایشون اومد آمریکا در لس آنجلس بیشتر باهاش آشنا شدم. اولا همیشه در حالت عصبانیت بود، مثل که حقش و هالیوود خورده بود. دوما چون فکر میکرد که یک زمان سعید راد بوده، حالا اینجا نه باید بره دنبال کار نه کاری انجام بده و جامعه ازش مواظبت کنه. یک مدت زیادی هم در منزل سینا بیات که تو رادیو 670 کار میکنه به قول خودمون با چت فرود اومده بود، تو خونه او زندگی میکرد، گاهی اوقات خونه کسی دیگه زندگی میکرد و دید نه اینجا کسی تحویلش نمیگیره. البته یه تئاتری هم بازی کرد به کارگردانی استاد محمد، محمود استاد محمد، اونم زیاد موفق نشد. خلاصه بارش بس و برگشت ایران. در بارش هم شنیدم که مدتی که با همسرش بود در هندوستان و در چه خیلی خیلی خانوادهشو اذیت میکرده، چون یک آدم عصبانی بود همیشه. تو ایرانم رفت، حالا چند تا فیلم بازی کرده. یه فیلمش به نام گیرنده، نقش یک راننده یک وانتیه که میخواد رأیای یک شهر کوچیک رو به رئیس جمهور برسونه. یه فیلم دیگه بازی کرد که الان پرندگان هم چی اسمی، که ایشون شروع فیلم ایشون تو مکه هستن، یه تصویر هم دستشونه. حالا گیرم دو تا فیلم دیگه بازی کردی آقای سبراد. در زندگی انسان باید مرد باشه، مرد نه نر. به ناگهان باز روی این سایت های مختلف مجازی میگن یه مسئله اومد که بله شاهزاده رضا پهلوی از همسرش خانم یاسمین جدا شدن. خب این مسئله باعث میشه که یه مدتی چند روزی جامعه باید درباره این صحبت کنه، یه چند روزی درباره ویدیو خانم گوگوش صحبت کنه. همین مسائل جزئی باعث میشه که افکار جامعه رو از اون مسائل اصلی، از حقوق بشر، از اعدامایی که در ایران میشه، از اشرافی که به مردم در داخل میشه چیکار کنه؟ منحرف کنه. یه هفته درباره این، یه هفته درباره اون، یه هفته درباره اون، بعد مردم درباره این مسائل اصلی مهاجرتمون به خاطر چی فراموش میکنن. و کی این مسئله رو شایع کرده؟ عکساش اینجا بهتون نشون میدم. یکیش مثل که آقای فرامرز دادرس، آقای زن و یک دو سه نفر دیگه. شما تصاویر رو یه لحظه ملاحظه بکنید.
وقتی که این شایعه به وجود اومد روز والنتاینز دی 14 فوریه، شاهزاده با خانمشون یه عکس خیلی قشنگی روی فیسبوک نشون دادن و جواب دندان شکنی بود به این شایع پردازا. شاهزاده 20 خورده سالی که ازدواج کرده، 3 فرزند داره، با هم خاطرات دارن، واقعا همدیگر رو دوست دارن با وجودی که خیلی شاید در براشون گفته شده. مهم مسئله اینه که همین شایعه یا همین مسئله خانم گوگوش باعث میشه که جامعه خارج از کشور به جایی که به مسائل اصلی جامعه بپردازن، اعدام‌هایی که هر روز در ایران داره میشه، حقوق بشر، افکارشون متوجه این مسائل کوچک میشه. یه هفته درباره این صحبت میکنن، یه هفته درباره اون صحبت میکنن، بعد دوباره یه مسئله دیگه پیش میاد، یک هفته درباره اون صحبت خواهم کرد، بعد میبینی که آقا 1 سال گذشت، جمهوری اسلامی هم هر روز داره اعدام میکنه، پدر مردم رو توی ایران درآورده، ولی ما خارج نشین هایی که بایستی صدای اونها باشیم رو این مسئله پیش بافتده وقتمون گذشته. در هفته قبل یه مقدار مقالاتی رو به شما نشون دادم از آقای مسعود بهنود، آقای علیرضا نورزاده، و گفتم که اینها به عنوان روشنفکرهای جامعه ما و یه دیگه تمام حرفایی که خمینی میزد اینا رو با گفتارشون با مقالاتشون تایید میکردن و یک هرج و مرجی اونه که در ایران اوائل انقلاب بود، یه هرج و مرجی عجیبی تو جامعه وجود اومده بود که مردم عادی اصلا سرگیجه گرفته بودن، نمیدونستن به حرف مجاهدین گوش کنن، به حرف توده‌ای ها گوش کنن، طرفدار فدایی های شریک های فدایی بشن، درباره مسائل مثلا کپیتالیسم برن بحث کنن. هر روزم تو مجلاتی که اون موقع منتشر میشد یا گفتارهایی که پشت میکروفونا برای مردم پخش میشد بیشتر درباره ایدئولوژی خودشون بود یا که میچسبیدن تو مقالهاشون مثلا به انقلاب کوبا، چون انقلاب چین، جنگ ویتنام، یا درباره مسائلی که در آفریقای جنوبی میگذره. اینا گفتارشون توی این مقالهاشون توی مجلات مختلف. خب مردم هم در اون زمان گردفگی به یک سفره‌ای رسیده بودن که رنگ و وارنگ درش وجود داشت و قبلا هم این سفره رو ندیده بودن، نمیدونستن از کدوم غذا باید بخورن، دستپاچه شده بودن. خودشون که از حول حریم افتادن دو دیک، هیچی، این روشنفکر نماهای ما مردم برن با خودشون بردن دو دیک. همین آقای نوریزاده، البته من تایید نمی کنم ها، من تو آرشیوم یک فوتوکوپی دارم به نام راه نیاکان، که این راه نیاکان که در لندن چاپ می شده در همون اوائل انقلاب در سال 1979. در این صفحه دوم دیدم که نوشته نامه متضاد از شخصی به نام علیرضا نورزاده با خط خودش، یکی برای پادشاه فقید ایران و دیگری برای اهریمن به نام خمینی. اینم اینجا خط خودشه، عکسش اینجا انداختن. و ملاهای هم خب فقط به فکر این که و
نوشته درباره حساب شاه و خمینی. البته مقاله خیلی زیاده، ولی من اونطوری که خوندم دیدم که پدر تاجدار گفته به شاه که تو مملکت رو ترک میکنی فلان، خلاصه خیلی مثلا به قول خودمون چاخان کرده. بعد از مدتی در یک قسمت دیگه ای درباره خمینی نوشته، نوشته امام نسل ما در شکست سلطنت ظلم گوش به فرمان تو. این گفتم راه نیاکان. او کسایی که این رو چاپ کردن و به دست آوردن و مسلمن سابقه آقای نوری‌زاده رو میدونستن و این مدارک رو دست آوردن و در یک جای هم نوشته که من آقا خود نوری‌زاده که من نمیدونم این مدارک اینا چجوری به دست آوردن. اینی که از روشن فکرای ما که در درست صحف هم بود و اونطوری که از یکی کسایی که تو مطبوعات بود میگفت علیرضای نوری‌زاده کسی بود که برای اولین بار این شایعه رو در جامعه در اون موقع جان داد که عکس امام تو مابه گفت از دهن ایشون در اومد. من البته نقل قول میکنم. یا مثلا ببینین این تهران مصور که آقای مسعود بهنود که حالا چندین سال رفته زیر دامن ملکه انگلیس و در انگلیس زندگی میکنه، در این شماره که این ببینید در صفحه اول چی نوشته، نوشته که تاریخ جنایات پهلوی اینجا، بعد گفته که تاریخ جنایات پهلوی از بامداد سوم اسفند 1299 که انگلستان افسر مورد علاقه خود را آورد تا 22 بهمن 57 که ملت شاه مورد علاقه آمریکا را برد، 58 سال در خون گذشت. رژیم پهلوی بیشترین ارمغانی که برای ایران داشت با آسانی کشتن بود. این چه قلوبی نامی کرد. قتل برای رضاخان و پسرش برای از میان برداشتن مخالفان کاری آسان بود. در حدود درصد این پرونده جنایت درصد زیادی که پرونده جنایت پهلوی را بررسی کنیم، درصد آنیم که پرونده جنایت پهلوی را بررسی کنیم، از همه صاحبان قلم، سالخوردگان، همه آنهایی که صحنه‌ای را دیده‌اند یا بزرگانی را سراغ دارند که تاریخ شهادتشان را آسان تلقی کرده، دعوت بکنیم تا اطلاعاتشان را برای ما بفرستند. خب آقای روزنامه نگار، آقای ژورنالیست که خودت نویسنده می‌دی و سال‌های سالم از همون سفره داشتی می‌خوردی، شما که وقتی این چیزها رو می‌نویسی درباره رضا شاه و محمد رضا شاه، اقلن خدماتش هم بنویس، بگو آقا این کارا رو کردن، آدم کشتن، ولی خدمات رو هم برای ملت ایران انجام دادن. بعد من میفهمم که شما یک ژورنالیست واقعا متعدی هستی، به شغل خودت احترام میذاری، نکه اونم اول انقلاب. خب معلومه که وقتی که شما این مسائل مطرح میکنیم، خمینی هم از این موقعیت استفاده میکنه و مردم عامی، مردم بیسواد هم که دنبال خمینی بودن، این مسائل باور میکنن و بیشتر تمایل میکنن به خمینی که ای چی جنایت هایی محمد رضا شاه و رضا شاه که ما خبر نداشتیم. اونا که اهل مطالعه که نبودن، اونا گوشاشون به دهن روشنفکرا بود. یا اینکه در بعد مثلا به جایی که بیشینن برای مردم تجزیه تحلیل کنن، توجیه کنن مردم که آقا این خمینی که توی پاریس میگفت که آزادی هست و بیان هست و لباس پوشیدن برای خانم‌ها آزاد و فلان فلان،
این قدم از آزادی و این مسائل میزد، رفاه میزد، ولی در آخر میگفت اگر چیز اسلامی باشه این رو بیان توجیه کنن، تجزیه کنن که آقا این مسئله اسلام چیه. اون رو فراموش کرده بودن، چسبیده بودن مثلا در همین مجله چسبیده بودن روسپیان ظلم دیدگان جامعه، عکسای روسپیا رو انداخته اینجا صفحه به صفحه، چند صفحه. خب این روسپیان اکثر شما نمی‌رسید استفاده می‌کردین از این روسپیان؟ شما این روسپیان رو به وجود آورده بینید تو جامعه. یا آقای عبدالله والا که مدیر تحریر این مجله بوده، الان منظور کجا هست؟ یا تاریخ جنایات، مثلا در همین مجله که عکس ولیعهد دیگه روی صورتش تخمر گذاشته، چقدر ما نمک نشناسی واقعا. فرصت طلب، این فرصت طلبی پدر همه ما رو در آورده. مثلا در این قسمت نوشته همه تطهیر شدن جز کارکنان رادیو تلویزیون. در این اینجا من یه قسمت شو تو مقاله زیاد بهتون میخونم. نوشته به صراحت باید گفت که کارکنان سازمان رادیو تلویزیون از بدشانس‌ترین و در این حال صبورترین مردم این آب خاکند. در دورانی که خان نعمت قطبی تو پرانتز گسترده بود، هر عزیز دردانی از فرنگ رفتهی وارد ایران می شد، یک سره به سراغ جامعه جمع می آمد و جالب این که بلافاصله با حقوق متناسب و منشی مخصوص گوشی را برای خود قصد میکرد، انگار از پدر به او ارث رسیده. نبود معیار در گزینش مدیران و مسئولان به اندازه‌ای در این سازمان قوت گرفته که هیچ ضابطی ملاک کار نبود و رابطه بود که در تمام ابعاد جا داشت. به تدریج ارزش‌ها از بین رفت، به طوری که دیدیم نویسنده گوینده شد، گوینده قلم زن و تهیه کننده به خود جرأت داد که هم بنویسد هم بخواند. این دخالت در کار به جایی کشید که تمام معیارها و ارزش‌های شناخته شده هر کار در سازمان به هم ریخت و سازمانی شد با 8 به روایت 9000 کارمند. خب من آقای حسن فیاض، یه دوست دیگه به نام آقای منوچهر منتصری که الان توی لس آنجلس، و یک آقای دیگه که چند سال قبل همین اورنج کانتی فوکر به نام فرامرز تاجبخش، ما 4 نفر بدون که همدیگر بشناسیم در یک زمان از آمریکا اومدیم و استخدام تلویزیون شدیم. البته یک مقدار حرفای ایشون اینجا درسته. وارد تلویزیون شدیم. آقای حسن فیاض شد مدیر گروه اجتماعی و فرهنگی، من و اون دو تا دوست دیگه شدیم کارگردان گروه های مختلف که من مدت ها با آقای حسن فیاض کار کردم. اینو درست میگن اون آغازواده هایی که اونهایی که در صد پارتی کلفت داشتن بدونی که حتی تحصیلاتی کارم داشته باشن استخدام تلویزیون میشن. یه چند نمونهش الان تو همین دوستانجز هست که بازم نشستن جلو تلویزیون ها اظهار نظر میکنن، نمیخوام اسم ببرم، ولی بنده مثلا به عنوان از فرنگ برگشته بودم دیگه، وقتی اومدم تهران هیچ کس رو من نمیشن، رفتم مدارک میبردم تلویزیون. یک روزم یک چند نفر از این مدیران نشستم با من مصاحبه کردم، مدارک میدیدم، من استخدام کردم. من خودم خب اوائل به من سخت گذشت، با همسر آمریکایی با 2 تا بچه، حقوق من بود تا 6 ماه 1800 تومن که گاهی اوقات خرج زیاد بود، گاهی اوقات پدرم از مشهد برای من پول میفرستاد، ولی فعالیت کردم چون کارم دوست داشتم، فعالیت کردم، کم کم با سیستم آشنا شدم چون برای اولین بار بود که من اومده بودم بازار کار،
آخرین سالهایی که داشتم از اونجا میومدم تا 2 سال قبل که اصلا انقلاب بشه حقوقم رسید به 10,000 تومان و اینم اضافه کنم خانمم من تقریبا 5 سالی بود که قسمت مهندسی با مهندس اسرائیلی به نام آقای اسرائیلی کار میکرد اونم روز 4 ساعت و زندگیمون بهتر شده بود. کسایی بودن که از خارج با یعنی ما رسمی بودیم ما حقوق ماه به ماه میگرفتیم حالا میخواستیم کار انجام بدیم کار انجام یه حقوق تو میرفت تو حساب بود. ولی یه دی بودن غیر رسمی بودن اینا از بیرون میومدن پارتی داشتن زد و بند میکردن مخصوصا با آقای داوود رشیدی. داوود رشیدی رئیس گروه تئاتر بود و رئیسی بود که تمام سریال ها رو ایشون اوکی میکرد و سریال هایی که از بیرون میامد اینها اشهاف میکردن پول هنگفت میگرفتن نمونهش مثل آقای نادر ابراهیمی. نادر ابراهیمی فیلم چیز ساخت سریال حامی و کامی همچی چیز ساخت که اصلا جامعه نیست لمسش کنه یا آتش بدون دود یا دلیران تنگستان یا چند تا سریال دیگه و کسایی مثل آقای پرویز سیار آقای پرویز کاردان کسی دیگه می اومدن بودجه های هنگفت رو می گرفتن و مسلم شما درست می اشهاف می کردن یا می اومدن مثلا با پارتی بازی رسمی می شدن برای خودشون منشی می گرفتن برای خودشون اتاقه مخصوص اینا درسته. ولی شما هم آقای مسعود بهلول از همون خان گسترده سالهای سال تغذیه کردی یا اینکه در یک قسمت دیگه ایشون درباره چیز نوشته اگه فکر کنم در این شماره حالا نمیدونم تو این شماره یا شماره دیگه یا مثلا در این شماره که این عکس روی مجله هست شماره جمعه 29 دی یعنی چند روز بود که شاه رفته بود ببینید مهر باطله تاریخ بر پیشانی بدکاران عبدالله والا هویدا 13 سال اندی با این ملت و افتخارات آن بازی کرد هر بار شرف و وجدان خود را در گروه استقرار نظام صحیح دموکراسی و اجرای عدالت و جلوگیری از فساد قرار داد قول داد سوگن یاد کرد تظاهر کرد ولی چه کرد جز دروغ و فساد اینک باید به کفاره گناهان نابخشودنی خود ببیند آنچه را که سزاوار است بکشد آن را که مستحق است دیگران هم به همین نه به جایی که بگن خب آقا بنویسن آقای هویدا شما 13 سال نخست وزیر بودی و از رژیم و از خمینی بخوان که آقا اینو محاکمه علنی کنن که خیلی مسائل روشن بشه ولی وقتی همچین مسئله مینویسن و توی انقلاب هم سر تا سر ایران رو گرفته مسلمن که آقای هادی غفاری وقتی ایشون از دادگاه میره با اسلحه میزنه میکشنش گفتم اینها هیزمبیار معرکه بودن یا اینکه معذرت میخوام یا اینکه ایشون آقای مسعود بهنود ببینید در یکی چی نوشته هفته ایست که بچه های کوچه انقلاب راهی مدرسه هست جایی که در آن دیگر نه سرود شاهنشاهی میخوانند نه به زور زیر عکس آن که پدران و خواهرانشان را به بند کشیده بود عبور میکنند نه رئیس مدرسه مجبور است دائم به نام نامی آری از مهر آغاز سخن کند نه دیگر معلم از خط خارج شده را از سر کلاس میبرد نه دیگر صدیقه را به جرم نوشتن انشا میگیرند و به 15 سال حبس محکوم میکنند بچه ها امید فردای ایران میروند تا دانش انقلابی را برای فردای انقلابی بیاموزند باید گفت ذهنتان باور درس هایتان هر کلمه اش معنی آزادی بچه ها
بچه های ما درس امروزشان انقلاب، فردا ساختن ایران بزرگ و آزاد. این آقای مسعود بهنود نوشته. خب آقای مسعود بهنود، شما که همچی باوری درباره بچه های مدرسه داشتی، چرا بچه هات فرستادی خارج از کشور؟ مرگ خوبه برای همسایه؟ آقای مسعود بهنود، شما بچه هاتون در آمریکا یا در انگلیس تحصیل کردن؟ این جواب بدیم واقعا. یک دو نفری اومدن گفتن آقا ما اشتباه کردیم، از مردم معذرت خواستیم، مثل آقای اسماعیل خویی. خب خیلی دمش گرم، حقیقتا این جرأت داشت، یا حتی آقای منفلسانی. اما یک اشتباه گاهی اوقات از طرف کسی سر میزنه به خودش، به زندگی خودش یا به اطراف خودش لطمی میزنه، ولی یک اشتباه یک فرد به یک جامعه لطمی میزنه و جای معذرت خواهی دیگه نمیمونه. اشتباه آقای خویی، آقای منفرزه یا دیگران، این اشتباه اینا باعث شد که جامعه ما به این روز بیفته، تاریخ مملکتمون به دست کسایی بیفته که هر روز یک ورقش رو پاره میکنن و میسوزونن. چطوری میشه شما رو بخشید؟ بیگ را برای همیشه سکوت کنید، برید در کنج خونتون اونجا بشینید، دیگه حرف نزنید و خجالت بکشید از گذشته خودتون که یک ملت رو چجوری آواره کرد. انقلاب، روزنامه انقلاب اسلامی رو چندش دارم، یا کتاب، البته هفته گذشته گفتم کتاب هفته، کتاب جمعه که آقای شاملو میداد بیرون، یه نسخه، دو سه تا نسخه دارم که توی یکی از این نسخه هاش تمام شعارهایی که در طول انقلاب داده شده بود، چه بد چه خوب، چه چپ چه راست، همینا رو تو این کتاب نوشته و این رو من نگهش داشتم. شما بینندگان واقعا برای یک لحظه، یک لحظه میشید فکر کنید، ببینید که این روشن فکر نماهای ما، کسایی که در خط جلوی تظاهرات انقلاب بودن، چی به روز ما آوردن و چی به روز خودشون آوردن. چرا؟ برای که هیچ مطالعی درباره خمینی نداشتن، نشستن این سیاستمداران یا این روشنفکر نماها میشنن یک میزگرد تشکیل بدن که آقا خمینی این حرفا رو توی پاریس هست ولی آمده اینجا جور دیگه ای داره انجام میده، طرفدارانشون بر علیه او خیابونا بکشن، در مقابلش بیستن. ببینین مصر یک سال به محمد مرسی وقت دادن، تا دیدن این داره به کجرا میره جلوش ایستادن، حالا یا ارتش یا هر کسی، ولی مردم نیستن خیاب. یا همین اوکراین ببینی، ریختن تو خیابون، در حدود 24-5 تا کشته دادن، ولی برنگشتن تو خونه هاشون، عقب نشینی نکردن، چون برای آزادی بایستی که باها پرداخت. ما در 88 ریختیم تو خیابون، ما که البته در آمریکا مردم ریختن تو خیابون، ولی با چند تا کشته عقب نشینی کردن و دست و دست گذاشتن. پس ما آدم هایی اونطور که در شاهنامه و در جاها میگن آدم ها شجاعی نیستیم. یک بارم خدمتتون عرض کردم آبرام لینکلن حرف خیلی خوبی میزنه، دربارش فکر کنیم، ملتی که به خاطر حفظ جونش از آزادی چشم میپوشه، اون ملت شایسته آزادی نیست. برای اینی که الان گاهی اوقات بین خود مصورت میشه، میگه آقا ما مردم پاریو درباره ما خوب مطالعه کردن، واقعا مطالعه کردن، وقت گذاشتن، ما مطالعه نکردیم درباره خودمون. گفتن آقا ایرانی ها حافظه تاریخیشون کمه، حافظه سیاسیشون هم کمه، حافظه اجتماعیشون هم کمه، حافظهشون در خیلی مسائل کمه، فقط شعار میدن، هیاهوشون خیلی بلنده، گوش دنیا رو کر میکنه. و یک ضرب المثل چینی هم هست، میگه کسی که روی برف راه میره نمیتونه رد پاشو بپوشونه،
دقیقاً مثل آقای نوریزاده و آقای عبدالله والا و آقای یکی دیگه هست به نام کینژاد و آقای مسعود بهنود. درد خیلی زیاده. میدین چرا؟ درد شما همون درد منه. اجازه بدید بریم به قسمت دیگه برنامه.